همتنان عزیزم در پشت سر برادر ما همین قالینه که میبینین این قیمتش 2400 دلار است که قیمتش خیلی بالا است دیگه، کیفیتش از کل دیسپاف قالین بالا است. یک قالین همتنان عزیز که 3 الی 4 ماه بافته شده، ببینید قیمت از چند است بدن؟ قیمت اینم از 1000 دلار متر مربعش 120 دلار. خب کوالتی 50-50 کوالتی بلندترین کیفیت در قالین های دسواف پشم گوسفند است، قالین های هزاره بافت. این قالین که از قالین 50-50 میگن و بلندترین کیفیت در دست بافت پشم گوسفند است که در قالین های هزاره جات همین قسم نه؟ به 119 زنگ میزنه، 119 ما 24 ساعت فعال است. دقیقا همون وقت همی صدای چیزایش هم ریکارد میشه که امروز 38 تانکر تیل بیکیفیت ها ما پس مسترد کردیم که خلاف معیارات افغانستان بوده. السلام علیکم هموطنان عزیز، شب روزتان بخیر، آرزوی جانجوری تان دارم، انشالله که جور و صحتمند باشین. ما امروز در آخرین روز نمایشگاه هستیم، باش کمی لاین باقی شده جیب خود بانیم، ببینیم که چقدر بیروبار است. از دایرکتر ما و تصویربردار ما خواهش میکنیم که بیاین اینجا انززیک نشان بتن، بسیار بیروبار، نام خدا جمع و جوش مردم بسیار زیاد است، به خاطر از اینکه روز آخر نمایشگاه است، مردم از هر جای آمدن و این نمایشگاه یک دفعه دیگه باید یادآور شوم که نمایشگاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، نمایشگاه دومین نمایشگاه امام ابو حنیفه است که نمایشگاه بین المللی است و در اینجا ما و شما یک دفعه دیگه که آمده بودیم از کشور پاکستان، ایران، از ترکیه، از دیگه کشورهایی که هیچ چون 800 غرفه است که هیچ ما اون کشورها را ندیدیم، از اونجا هم هستن که برای به خاطر اموال خود اونجا آمدن، اینجا به خاطر تولیدات خود آمدن. شما میشه که بیاین دیدن بکنین، البته روز خلاص است دیگه، خب باز هم اگر گیر کرده تانستین و یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین، امید که ویدیو رو تا آخر ببینین. بینندگان عزیز سلام، وقتتان بخیر. ما با گروهی سر خوردیم اینجا که نوشته است وزارت داخله، وزارت امور داخله. ما از نزدیک میریم از اینا پرسان میکنیم که وزارت امور داخله در نمایشگاه چی کار میکنه، ببینیم که کی هستن، فکر میکنیم اینا هستن مصروف کار خود هستن. سلام علیکم بیادر. خوب هستن؟ خیرتی هست جانتان جور، دستتان بتین، بخیر هستن؟ خیرتی هست شما، خوب هستن؟ بخیر باشه. نامتان چی هست بیادر گل؟ طایب زازای از وزارت داخله. زازای صاحب عزیز، ما در نمایشگاه ها معمولا که رفتیم همی غرفه ها را که دیدیم، مثلا از وزارت زراعت بوده که در پالیتان هست یا یکان میوه بوده، تولیدات بوده، وزارت داخله در نمایشگاه چی میکنه؟ وزارت داخله قسمی که در قدم اول ما هم یک تا در قدم اول نمایشگاه که آغاز شد، ما به خاطر که همه چیزایی که خیلی مهم است، همه مردمایی که همراهشان پلیس چی قسم رفتار میکنن، ور در ضمن از این اتپایا وقتی که یک دکان، یک خانه، یک جای در میگیره، چه قسم مردم همراه وزارت داخله ارتباط بگیره، چه قسم همراهشان صحبت کنه. ما اینی بروشورا به خاطر معلومات مردما چی کردیم، جای به جای کردیم تا مردما بفهمه که از این چی آگاه شوه، از این معلومات آگاه شوه تا در آینده از این مشکلات چی شوه خوبتر آگاه شوه. یعنی هدفتان آگاهی مردم است و همین مردم است. بله بله. و همین بروشورا را که شما چاپ کردین ایره بر مردم رایگان توزیع میکنین یا کدام پول هم در بدلش میگیرین؟ نه ما پول نمیگیریم. این بروشورا به خاطر تقریبا ما تا 50000 هر بروشور 50000 تعداد چاپ کردیم با مردما توزیع میکنیم. در پالوی از این ما با مردما چی میتیم؟ یک توفه میتیم. این توفه به این خاطر میتیم که مردم همراه وزارت داخله یکم هم تو صمیمیت پیدا کنه، همراهشان رویش چی قسم است. حال وقتی که امارت آمده از این خاطر ما با مردما یک آگاهی میتیم، معلومات میتیم تا خوبتر از این معلومات شوه آگاه شوه. خب بسیار خوب.
میشه که زازای صاحب بر ما بگوین که مثلا یک مثال بتوین. من اینجا میبینم اطفایش شماره اطفایی است. از دوست عزیز ما میخواییم که تصویر از این را میگیره که اطفایی است، راسته بگیرش این قسم. در این باره میشه معلومات بتین شما. ما پیش گفتم هر بروشر به دو زبان چاپ شده، پشتو و دری. در این مکمل معلومات بخاطر اطفایی نوشته شده. وقتی که یک جای یک مارکیت یا دکان یک خانه در میگیره، امو وقت مردمای ما هموطنای ما به 101 امرای وزارت داخله تماس میگیره. وزارت داخله هم کمال مامی تماس چیزی که گپ زده امو را ثبت میکنه. پالوی ثبت بعد از این عاجل به امو حوزه مربوطایی که در حوزه زندگی میکنه در امو حوزه زنگ میزنه، عاجل تر امو ایتپایا خودا میرسونه به حادثه را چی میکنه؟ با کنترل میکنه. خب بسیار خوب. یعنی ای که مثلا شما غیر از اینکه اطفایی است، یک کسی خدای نخواسته خانه ایش را دزد میزنه، در او بارم شما ما یک بروشر دیگه داریم. یعنی درباره هر چیزی که مربوط وزارت داخله میشه شما بروشر دارین که مردم آگاه شوند. بروشر دوم که است 119 است. این 119 بروشر هم به دو زبان است، پشتو و دری. 119 وقتی که مردم ای سرکت میکنه، یک نفر آزار میته، به 119 زنگ میزنه. 119 ما 24 ساعت فعال است. دقیقاً همو وقت همی صدای چیزایش هم ریکارد میشه. قسمی که ایتپایا گفتم همو قسم هر جایی که نزدیک مثلا اوزه نزدیک باشه ما امروی اوزه تماس میگیریم که دینی جای دینی چی یک موضوع را چی شده رخ داده، شما عاجل همو موضوع را چی کنین تعقیب کنین، همو کسی که همو کار غیر قانونی را اجرا میکنه همو را میگیره. خب بسیار خوب. یعنی درباره ایتپایا، درباره 119، شاید درباره مواد مخدر در این بارا یا و درباره یعنی چیزهایی که مربوط پلیس میشه، رادیو پلیس ها ممون جمعی بینیم. بله بله. رادیو پلیس ها میبینیم که اینجا هست. میشه که شما تصویرش را بگیرین. 96.5 زازای صاحبی را بگوین که اولین بار است که وزارت داخله در نمایشگاه اشتراک میکنه یا چندمین بارش است؟ ای دوم بار است از وزارت داخله که اشتراک میکنه. مردم زیاد خوش است بخاطر که مشکلاتی که مردم داره از این مشکلات حالی آگاه شد. ما میخواهیم که در نمایشگاه همی وزارت داخله خود نشان بده که ما امرای مردم چیکه همکار هستیم. وزارت داخله هر وقت پلیس، وزارت داخله هر وقت کوشش میکنه که امرای مردم نزدیک شوه، با مردم ها اما معلومات خوبتر بده و چیزی که وقتی که مردم ها در یک مشکل بند میمانه عاجلتر پلیس کوشش میکنه که مشکلات به زودی با مردم چیکنه حل بسازه. خب اما قسمی که در اول شما گفتین که برای کسی که پیش شما میایه از بروشورا میتین و در پلیس برش جایزه میتین، خب بگین برای ما این بروشورا میتین چی جایزه میتین که ما ببینیم؟ ان شاء الله ما میتیم یک کلام از گلاس است در پالی از یک دعای سفر است، امور را به شما انشاءالله ما تقدیم میکنیم. بسیار خوب است. ببینیم اگر شما پیش برین او طرف تیر میشین. بیننده های عزیز خواه ما به وزارت داخله وقتی که مردم ها چی میکنیم یه دعا سفر است، ما به مردم ها میتیم تا در مطاری یا در جای دیگر چی کنه جای بجای کنم. بعد از این فایل که است ما 8 بروشر داریم، پیش یک دانه توضیح کردیم، یک دو سه دانه مانده دی معلومات است. این معلومات هم به مردم میتیم. در پالوی از این یک کلمه هست به مردم، اینی کمرای همکاری تو هست، دو تا کلم هم برتون انداختیم. در پالوی از این دو دانه قلم هم گرفتیم، فکر میکنم که یک دانه گلاس هم هست و هم با خاطر پلیس ما یک تاچی داریم، گلاس داریم که هم به مردم میتیم که این یک نمونه ای است با خاطر که هم مردم تشویق شود هم با مردم ما اینی چیزا را بتیم. بسیار تشکر. در پالوی از که خلطه را گرفتیم میشه که داخل پیامتان هم بگوید. پیام ما به مردم افغانستان اینی است، هر وقتی که شما در هر جای باشین، در ولسوالی، در کریا، با پلیس زنگ بزنین، امرای پلیس همکاری کنین. انشاءالله چیزی که مربوط وزارت داخله میشه ما عاجلتر اقدام میکنیم. امرای مردم افغانستان، امرای مردمای ما همکار هستیم. هر وقت شب روز 24 ساعت، هر وقتی که مردم ما در مشکل میه، ما انشاءالله به زودی مشکلات حل میسازیم. بسیار زیاد تشکر. سلامت باش. زنده باش. ما دوستان عزیز سلام، دوباره در اداره ملی استاندارد هستیم که بعد از او در قوس نشست انسا و اینجا ما ببینیم که اینا
چی چیزا دارن و فکر میکنم که اینجا کنترل کیفیت است. سلام علیکم، کنترل کیفیت مواد. خوش باشین. بخیر هستین، زنده باشین. میشه که خود معرفی کنین و در کل یک معلومات بتین که امی نمایشگاه شما به خاطر چی اومدین و چی کارا را میکنین؟ اسم من سمیع الله واسعی است، مدیر ارتباطات داخلی و خارجی اداره ملی استاندارد. ما به خاطر اینکه فرهنگ استاندارد سازی را نادینه بسازیم، ما یک غرفه گرفتیم که ما مردم از فعالیت های اداره ملی استاندارد، کارکرد های اداره ملی استاندارد با خبر بسازیم. اداره ملی استاندارد یک اداره دولتی است که در بخش تثبیت کیفیت، کنترل کیفیت فعالیت داره. یک اداره پلیسی ساز است، معیار می سازه برای تثبیت کیفیت. خودش فعلا در دو بخش کنترل کیفیت میکنه، یعنی تست میکنه در تمام بنادر. ما لابراتوارهای مرکزی داریم، اونا تست میکنن که هرگاه اگر خلاف معیار افغانستان باشه ما پس مسترد میکنیم. که امروز 38 تانکر تیل بی‌کیفیت ما پس مسترد کردیم که خلاف معیارات افغانستان بوده. خب این را بگوین که این تیل از کدام کشور آمده بود؟ با ما فرق نمیکنه که از کدام کشور میایه. در بنادر افغانستان که بیایه ما تست میشه، در لابراتوارهای ما از هر کشور باشه ما پس مسترد میکنیم. 38 تانکر بله 38 تانکر تیل بی‌کیفیت امروز مسترد. 38 تانکر تیل بی‌کیفیت اداره ملی استاندارد پس دوباره مسترد کردن. اگه وطنکی بگوین که مثلا در خوراکی هم شما سرکار دارین یا فقط نظر به قانون خودتان تیل است، نفت است و دیگه چیزا است؟ نظر به قانون و اسکجول خود ما که است، ما فقط در دو بخش خود ما تست میکنیم. بله و دیگه ادارات مربوطه است، مثلا در بخش مواد غذایی اداره ملی ادویه و غذا است، در بخش دوا وزارت صحت عامه است. ما فقط پالیسی میسازیم، معیار میسازیم و به ادارات مربوطه واگذار میکنیم و اونا جنبه تطبیقی را اونا دارن. اگه نکردن نظارت ما میکنیم، از اون نظارت ما میکنیم. چرا؟ بخاطر اینکه که استانداردی را که ما معیار که تعیین میکنیم ما کوشش میکنیم که او را 100% اونا تطبیق کنن. این را بگویم که ما از وزارت داخل هم یک غرفه در پالی شما او طرفتر جور کردن، از اونام پرسان کردم که اولین بارتان است که شما در نمایشگاه اشتراک میکنین یا چندمین بار است؟ از خودم بار دوم است، ولیکن ما در نمایشگاه قبلی نه تنها در خود کابل، در ولایت دیگر هم اشتراک کردیم و مردم فهماندیم با وظایف، با کارکردهای اداره ملی استاندارد. پیامتان در آخر بگوید. پیام اداره ملی استاندارد همی است، از همه تجارا میخواهند که چیز بی‌کیفیت وارد نسازین که پس مسترد میشه، هم شما نقص میکنین هم مردم. چرا؟ بخاطر اینکه یک چیز بی‌کیفیت محیط خراب میکنه، ماشینری را خراب میکنه، بخصوص در بخش تیل. و ما خود اداره ملی استاندارد بارها به تجارای ملی گفتن که چیز بی‌کیفیت وارد افغانستان نکنین، که ما قطعا اجازه بله طبیعتا برخورد قانونی هم رایشون صورت میگیرن. بسیار زیاد تشکر. تشکر. بخیر. ما در پیش یک غرفه استاد هستیم هموطنان عزیز که بعضی از میوه‌جات خشک شده داره، شرکت و پروسس بسته‌بندی صادقیار که یک میوه‌اش در دست ماست. ما هیچ نفهمیدیم چی است ولی بسیار مزه میداد. ما میخوایم همراه مسئولشان گپ بزنیم که میشه خودشان معلومات بدن. سلام خواهر عزیز، خوب هستین؟ و علیکم سلام خدمت شما. شکر الحمدلله خوب هستم، امیدوارم که شما صحت خوب داشته باشین. تشکر از اینکه به غرفه ما آمدین و میخواین از محصولات ما معلومات بگیرین و یک برنامه تهیه کن. زنده باشین، سلامت باشین. ما دینمی صندوق که میبینیم اینی فکر کنم مالت هست، اینی شفتالو هست بله. او تربوز هست یا هندوانه، این خربوزه هست، زردالو هست،
و داخل بسته ها هم کیله و مالت و سیب هم ما داریم و البته فعلا داره بسته بندی داخل هر بسته 8 نوع میوه ما با دستگاه خوش کردیم بسته بندی کردیم و البته سفارش هم میپذیریم میوه های مانند توت زمینی، آناناس و یا میوه های کیوی، میوه های هر فصل که باشه، میوه های مختلفه ما خود ما تهیه میکنیم، پروسس میکنیم، بسته بندی میکنیم و همچنین سفارش هم میپذیریم. خب بسیار خوب. مثلا ما دیدیم که سیب خشک میکنن، مثلا خربوزه رو خشک میکنن، ولی اولین بار است ما دیدیم شما تربوز خشک کردید. خب به خاطر که ما میخواستیم به صورت اصلی و اورجینال وارد کار بشیم و به صورت واقعی و قانونی وارد کار بشیم و کارخور اساسی انجام بدیم، به اون خاطر دستگاه مخصوص میوه خشک آوردیم. بعضی ها که سه بار خشک میکنن ممکن است در هفته بگذارن، ولی ما دستگاه اصلی و دستگاه مخصوص که برای خشک کردن میوه های تازه هست وارد کردیم و از او استفاده میکنیم و او فقط مخصوص میوه ها هست و هر نوع میوه که شما خواسته باشین خشک میکنه، محدود به سیب و کیله هم نیست. هندوانه یا تربوز، خربوزه، آناناس، سیب توت زمینی، هر نوع میوه که شما خواسته باشین دستگاه خشک میکنه. بسیار خوب است. و معمولا فکر میکنم که صادرات شما داخل افغانستان است، خارج از افغانستان است. بله بله، چون این میوه ها همون قسمی که همه شما میتونید ببینید و میفهمیم کالای ما یک کالای لوکس هست، کالای هست که نیاز اساسی نیست ولی یک کالای لوکس هست، کالای ترجیحی هست، کالای هست که به ذائقه مردم هست و اکثرا اشخاص قرار سفارش میدن و ترجیح میدن که وضعیت اقتصادی خوبی داشته باشن. بله. این کالا شما اگر تحقیق کنین در تمام کشورهای خارجی از ایران، پاکستان، هند و کشورهای در اروپا و آمریکا این کالا بسیار یافت میشه. ما گفتیم چرا هموطنان عزیز ما از این سلیقه و از این طعم از لذیذ لذت نبرن؟ به همین خاطر در کنار صادرات به کشورهای خارجه خواستیم این کالا و این تمر و این نوآوری وارد کشور کنیم تا هموطنان عزیز ما هم بتونن با اندک پول یا با هر وضعیت اقتصادی که دارن از این کالا استفاده کنن و از این کالای لوکس استفاده کنن و لذتی رو ببرن و طعم میوه تازه و طعم چیپس میوه‌ای با یک از او آزمایش کنن، تجربه کنن اور و طعم یک زندگی لوکس رو به نحوی بتونن بچشن. بسیار خوب است، بسیار تشکر. و همیشه که در آخر پیامتون رو بگین، قبل از پیامی رو بگین که تاثیرات نمایشگاه برای شما و برخورد مردم همراهشان چی بود؟ چطور بود؟ شکر خدا تاثیر نمایشگاه واقعا خوب بود، به خاطر که اون قسمی که قبلا گفتم این محصول و این محصول کالای لوکس تا حال در کشور ما و ولایت‌های ما زیاد شناخته شده نیست. بله. و این نمایشگاه تاثیر بسیار خوبی گذاشت، افراد تعداد زیادی از افراد آمدن، دیدن کردن، تعدادی از آنها فقط تست کردن و آشنا شدن، بعضی اصلا نمی‌فهمیدن همچین کالای در جهان وجود داره. تعداد زیادی از با کالای آشنا شدن، تعداد زیاد کالا تست کردن، دوست داشتن، خریداری کردن، سفارش دادن برای ما، هم برای ما و صادرات و محصولات ما عالی بود و هم برای که هموطنان ما این محصول رو بشناسن. واقعا این نمایشگاه خیلی عالی به کار آمد. هیچ وقت فکر نمی‌کردم که خشک میشه، ما یکم زیاد کنده شد. ما هدف ما بسیار شیرین، بسیار مزه اصلی خودش است. بله، هیچ نوع طعم دهنده مواد کیمیایی نگهدارنده اصلا نداره. ما گفتیم کشور ما میوه های زیاده دار، هندوانه همه ما میفهمیم در فصل هندوانه یا تربوز قیمت خیلی پایین میایه و اکثرا گندیده میشه، خراب میشه. ما گفتیم از این نوآوری استفاده میکنیم، ارزش کالا و ارزش میوه کشور خود خور بالا میبره، ارزش واقعی رو به جهان نشون بدین کشور ما، مردم ما میتونن، چون بهترین وسایل، بهترین میوه ها و بهترین محصولات داره. و در آخر خواهر عزیز میشه که پیامتون هم بگوین برای مردم. هم پیام ما برای همه مردم، خواهران و برادران همه این هست که خب در این همچین وضعیت همه ما مشکلات زیادی داریم، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم این هست که به خداوند امید داشته باشیم، با این دو امید داشته باشیم، تلاش کنیم. این نمایشگاه ها وقتی افراد مسئول و مسئولین این نمایشگاه ها ایجاد میکنن به خاطر امیددهی به ما، به خاطر این هست که یک راه حل جلوی پای ما بگذارن، یک فرصت برای ما ایجاد کنن. پس بیاین تلاش زیاده بکنیم، فکر و اندیشه زیاده بکنیم، از همچین فرصت های استفاده کنن و دوباره کشور خود بهتر و بیشتر از قبل بسازیم. تلاش کنین و بیاین از شرکت پروسس و بسته‌بندی صادقیار دیدن کنین و از این محصولاتشون خریداری کنین. بسیار تشکر. تشکر از شما. خوش نباشه. ما در شرکت قالین‌بافی کاظمی علاداد هستیم که چندین غرفه را
همینجا مربوطشان است و ما میخواییم که همراهشان گپ بزنیم. سلام علیکم، کجا بریم بیادم؟ پیش مدیر صاحب. پیش مدیر صاحب، یک خوشخوی آدم است میگه پیش مدیر صاحب رو. جان نام چی است؟ محرم علی قربان علی. خب چندین غرفه مربوط شما میشه بیادر؟ نام خدا، خداوند زیاد کنه، خداوند محصولاتان، خداوند فروشتان زیاد کنه. میشه که در این بار معلومات بدیم که یک قالین در چقدر وقت بافته میشه؟ حالا دقیق معلوماتش ما نداریم، هفت غرفه مربوط از ما میشه، یک قالین یک ماه چی داره؟ وقت داره. یک ماه وقت میگیره. ایره بگو که ما فکر میکنم یک روز یکی از دوستان ما در یک تلویزیون دیدم یک دانه قالین بیشتر از چندین هزار دلار خرید و فروش میشه. قیمت ترین قالینتان در چند فروش میشه؟ حالا تا 2400 اینا فروخته میشه. 12 متره. 12 متره؟ این 12 متره که پشتر میبینید. همتنان عزیزمی در پشت سر برادر ما این قالینه که میبینین این قیمتش 2400 دلار است که خیلی بالا است دیگه. کیفیتش از کل دیسپاف قالین بالاست. مثلا این میره در خانه ببری اوار کنی شاید در 100 سال هم خراب نشه. اون دیگه احتمال داره دیگه. دیگه کیفیتش بالا است دیگه. کیفیتش بالا است. و میشه که درباره تارش بگوین، رنگش بگوین، مثلا زیادتر صادرات شما خود خارج است نه؟ حالا رنگش، تارش خود کلش پشم گوسپند است. از پشم از غزنی است، بافت خود کابل است. رنگ خودتان میکنه؟ رنگم خود کارخانه است اونجی فامرکز، هم رنگ میشه هم باز توزیع میشه در کسی که میبافه. اینه بگو که چطور است تاثیرات مانده همی غرفه همی نمایشگاه برد؟ خوب است شکر است، خوب است، بهتر. به خاطر از اینکه امروز روز آخر است و ما اینجا آمدیم میبینیم که عوام بسیار گرم است، ولی همی مردم ها هستند که نام خدا هجوم آوردن میاین از نمایشگاه دیدن میکنن، حتما یک چیز اینجا دیدن. خب مردم ها میخره دیگه چیزایی که نیاز داشته باشه که زورش بکشن. زورش این 2400 دلار خود زور کس نمیکشن. خب مخواه قلنه خود تو نیست که مکمل کلش 2400 باشه، مثلا از 100 شد مناسب هم هست دیگه. بخ فروش شده فضل خدا خوب است کیفیت دیگه. مثلا من این رقم یک چیز خوش دارم که در سر میزم باشه. این همین قالینک چند است؟ این می قالینک بودن 300 دلار 300 دلار میشه. به خاطر از اینکه چیش کم است؟ گردست بازی. گردست این رو که تو 12 متره میگی متر مربع 12 متره است؟ آفیمی متر مربع. متر مربع مثلا که درازی از این 4 متر است. و برش هم 3 متر. 3 متر چیزی نوشته است این چیزایشی کلی کیفیت چیزی نوشته است. محرم علی جان بر ما قالینا رو معرفی کن، مثلا این همی قالین چی نام داره؟ قالینا یا گفتی پیش کدام کس دیگه میبرم؟ پیش مدیر صاحب برات معلومات دقیق تر داشته باشه. پیش کدام مدیر صاحب؟ قند است برای شما معلومات. سلام علیکم، خوب هستین؟ خوب شما اینا هستن یا اونا؟ نه اینا هستن. خوب هستین مدیر صاحب؟ معلومات بدی برایش که مدیر صاحب. ما همراه محرم علی جان درباره قالینا گپ زدیم، گفتن قیمتایشون، گفتن که مثلا قالین 12 متره 2400 دلار، یعنی یک چیزی است که با کیفیت بالا. ولی ما میخواهیم در کل که شما از این سرمیزی گرفته تا اینجا یک کل یک کوتاه معرفی کنید که اینی چی است، در چه وقت بافته شده این چیزا را. خب برادر محترم قالینا که هست متفاوت است. خب مثلا نمید در چه وقت بافته شده؟ نمی یک نمی در 4 است 6 متر مربع. خب احتمال زیاد نمی شد 3 الا 4 ماه بافته شده باشه. 3 الا 4 ماه؟ 4 ماه. یک قالین هموطنان عزیز که 3 الا 4 ماه بافته شده، ببینید قیمت از چند است بدن؟ قیمت این مجمع 1000 دلار متر مربع شه 120 دلار متر مربع. و چقدر خوبه این سر چوکی ها، چقدر خوبه این متر مربع 1.5 دلار متر مربع 1.5 دلار چقدر خوب در سر چوکی ها می همی اینو چی میگن؟ این بر چوکی نیست، این دیزاین خورجین است یا برای فرش هستن؟ خواهی برای سرفشی یا سر دمپاییز چی میگن ایره؟ خود در خارج استفاده میکنم، معمولا در قف اتاق میندازن. اینی قالی نمیشه که در بارش مال ما قالین که است؟ قالین کوالتی 50-50 هم گفت. کوالتی 50-50؟ کوالتی بلندترین کیفیت در قالین های دستباف پشم گسفند است، قالین های ازاره بافت. از دیگه کوالتی بالا نیست. همتنان عزیز این
این قالین که است قالین 50-50 میگن و بلندترین کیفیت در دست بافت پشم گوسفند است که در قالین های هزارجات همین قسم نه؟ در هر 10 سانتی از 10 سانتی مربع 2500 المک یا گری خورده. 2500 المک یا گری خورده. در چه وقتی بافته شده؟ یعنی احتمالا بین 6 تا 8 ماه بافته شده. 6 تا 8 ماه. ما از قربان علی پرسان کردیم، فکر کنم اونا هم خودشان کارمند بودن. شما چقدر کارمند دارین در امی دزگایتان؟ کارمندی که در بخش قالین شاید المک بزنن، قالین بافی میکنن. بین 300 تا 400 نفر کارمند هستن. خب یعنی خوب است، یک چیزی یک کارشان میشه دیگه. شکر است. ما خوشحال هستیم که با امی سرمایه گذار روی قالین شرکت ما تنسته یک زمینه خوب کاریابی را برای همتنهای ما فراهم کنه. بخیر باشه. هم در بخش بافت هم در بخش شد. اون همون جا ما میبینم اون جا. بله. اما سرفرشی گرد میشه که دباری از اونو هم بریم همون جا گپ بزنیم. خواهی چه رقم است قالین؟ قالین های چوبرنگ است اما نو دیزاین چی خورجین است. خورجین های گرد. که کوالتی ازی هست 35 40. در هر 10 سانتی متر مربع 35 المگی رقم خورده 40 المگی رقم. خواه که رزرو کنیم تخمینا بین 15 تا 700 المگ بشه، یعنی 100 تا 500 گری خورده در 10 سانتی. خواه قیمت از این رو میشک بر ما بگوین به خاطر که من بسیار خوشم آمدی. یعنی قیمتش می 250 دلار. 250 دلار. خب هموطنان عزیز ببینید که محصولات وطن ما در خارج ارسال میشه و یک افتخار است برای ما. بله بله، این هم افتخار برای جامعه افغانستان است، هم افتخار برای ماست که ما با چه زحمتی بافته میشه و این آماده میشه. سابق که بود قالینایی که در افغانستان بافته میشد ما رو در پاکستان پس پروسه شش تا آمادگی شده اونجا انجام میشه، پس بنام قالین پاکستانی صادر میشد. بله امروز الحمدلله تمام این پروسه در اینجا نهایی میشه و قالین آماده به نام افغانستان صادر میشه و قالین افغانستان در سر تا سر جهان به عنوان بهترین قالین شناخته شده. تشکر بسیار زیاد. خواهش میکنم. بله هموطنان عزیز، تشکر از شما هم که برنامه رو تا آخر دیدین. لایک کامنت یادتان نره. ای بود برنامه امروز ما که از آخرین روز نمایشگاه تقدیمتان شد. تا برنامه بعد که بازم در خدمت شما قرار میگیریم، شما رو به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.